داستانه اینه که یک فردی که سالها خواب بوده نبوده بیدار میشه، برمیگرده دنیا رو میرزه به هم. این فرد بعد داشته به طور ویژه و خاص تو الف امام مدوازده به هیچ شکلش تو هیچ فیلم اینا اینطوری واضح کار موقع ظهور این فرد میرسه. یه زن جاسوس CIA توی قاره متوجه این فرقه شده، روی این فرقه دارن کار میکنن. میبینی این شباب میرن توی سردابی، میره تو اون سرداب نور رو باز میذاره، نور میتابه رو که هرم و این دوباره زنده میشه برمیگرده با دعای اینا. دعا عبارت یا جبار ای خدای بزرگ، ای خدای صاحب قدرت فراوان، کاملا عربی. این صباح نور یا عظیم یا جبار الدین قدرة این صباح نور یا عظیم یا جبار الدین قدرة. از اون سرداب میاد بیرون، کاملا المان های اسلامی به چیز مثل عباتنش، شال سبز دور گردنش انداخته، این موجود خیلی هم کریه المنظر درستش کردن. میاد بیرون و توی سکانس بعدیش میره یه جایی با یه اشاره سر میبره. قدرت های عجیبه، مثلا توی این فیلم نشون داده میشه وقتی میاد دستشو میذاره روی آنتن تلویزیون تمام زبانهای دنیا رو یاد میگیره. این اصلا از شاخصه های منجی ماست. چی کار داری میکنی؟ میاموزم. در واقع این فرد که اینجا نماد آنتی کرایست ظهور میکنه تمام سلاح ها رو اکار میندازی. هیچ صراحت روایت های نیست. نه دیگر سنگی، نه دیگر نیزه‌ای. از کار افتادن اصطلاح تو روایت ما هست. وقتی امام زمان ظهور میفرمان اصلاح ها از کار میفتن. حالا این سازنده این فیلم اینطور ترسیم کرده که اینطور از کار میفته. نه دیگر پیکانی، نه دیگر شمشیری، نه دیگر سلاحی، نه دیگر نظامیست. کافیست. نه دیگر عبر قدرتی. چه خبر جریان شد؟ سویچار کی روشن کرد؟ خاموش نمیشه. ارتباط من با زیر دریایی های ترایدنت و پولاریس داد شد. گزارش نیروی هوایی هم همین. چه ایمانی دارند به ابزارهایشان، به دستگاه‌هایشان. روسیه، چین، انگلیس، هند همه موشک های اتمی پرتاب کردند. می توانید پیکان هایتان را از برج بابل پرتاب کنید، اما هرگز نخواهید توانست به کامل ترینتان حمله کنید. بعد جالب یه چیز دیگه هم تو روایت ظهور داریم که یه صدایی که همه آدمو میشنن، صحیح آسمانی. این رو هم اشاره کرده اینجا که باز به واسطه اون پروفسوری که رو ویلچر وصل میشه و یه پیغام میفرسته تمام انسانای کره زمین میشنن. این چیه؟ این یک پیامی به تمام مردان، زنان و جهش یافتگان. شما گمراه گشته اید. شما گمراه گشته اید. من بازگشتم. اما من بازگشتم. روز بیداری فرا رسیده است. تمامی ساختمان‌های شما، تمامی معابد شما فرو خواهد ریخت و آفتاب در سحرگاه عصر نو طلوع خواهد کرد، چرا که شما نخواهید توانست کاری انجام دهید. توی این حرفایی که اینا میزنن اینکه میگن دجال وقتی ظهور میکنه تمام ادیان از بین میبره جز دین خودش و ادعای چی هم میکنه خدایی میکنه، میگه منو بپرستید، که اینجا به وضوح نشون دادن و اونجا میگفتن دجال کیه؟ نعوذ بالله امام زمان دجال است. یعنی هر چی بگذره اینا اشاراتشون رو به امام زمان چیکار خواهن کرد؟ مستقیم تر خواهن، اصلا منتظر شد اسم ببرن، یعنی حتی اسم مهدی استفاده کنن یا 12 امام استفاده بکنن. روز به روز داره این اتفاق میفته و اما این طرف واقعا باید امروز مردم دنیا رو روشن کرد.